تو هفته‌ای که گذشت فهمیدیم که واردات موبایل از مبدأ عراق حداقل به صورت موقت ممنوع شده. وزیر ارتباطات هم گفته اگر اینترنت قطعی داره، اختلال داره، اصلا تقصیر ما نیست، تقصیر شماست. شمای کاربر که داری با موبایلت از اینترنت استفاده میکنی. چرا؟ چون ساکنا گفتن دکلای بی تی اس رو جمع کنی. یعنی چی بالا پشتمون ما دکل است؟ حالا درست پولشو میگیرن میذارن جیبشون، ولی خب یعنی چی؟ از اون طرف هم واتساپ یه قابلیت بسیار 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 جدید و نوآورانه معرفی کرده که و از این بعد به شما اجازه میده که عکس ها رو با کیفیت HD به دوستاتون بفرستید. و آیفون SE نسل 4 یه تغییرات اساسی خیلی مهمی داشته که در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. بریم تو تک تاک این هفته. اسپانسر این قسمت از تک تاک هم وبسایت دیجی تامین یا شرکت دیجی تامین که یکی از باسابقه ترین وارد کننده ها و فروش لپتاپ بدون واسطه است، که هم سایتشون digitamin.com هم به صورت حضوری میتونید برید. بعد جونم واسهتون بگه که تمام نقاط کشور ارسال دارن، تو تهران زیر 3 ساعت دارن ارسالاشون دست مشتریاشون میرسونن، و از اون مهمتر اینه که فقط با وارد کننده های رسمی و شرکت های معتبر داره همکاری میکنه. و مطمئن باشید که جنسی که دارید میخرید اصالت و هولوگرام و همه این داستانا رو داره. چیزایی که لازم داره تو دیسکریپشن میذارم، بهت خودتون نگاه کنید، اگه چیزی لازم دارید خرید انجام بدید، بهت تماشا بره. سلام، من کوروشم. این 53 قسمت از تک تاکی که در خدمت شما هستم. با هم میخوایم این هفته خیلی هرس بخوریم. یعنی چیزایی هست که اصلا من خودم شرمم میاد بگم، نمیدونم چرا واقعا اینجوریه، ولی خب هست دیگه، حالا کار ندارم. میریم جلوتر خدمت شما عرض میکنم. تو بخش اخبار داخلی خبر دارم چه خبرهایی از بنزین و موبایل و نمیدونم این ور و اون ور، و وزیر ارتباطات کلی فرمایشات داشتن توی حیات دولت. جونم واسه تون بگه که تو بخش اخبار خارجی هم ایلان ماسک یه ویژگی خیلی عجیب غریبی داره از توییتر یا همون ایکس حذف میکنه، و اونم اینه که دیگه شما چیزی به اسم بلاک نخواهی داشت. یعنی از این بعد اگه بری یه حرکتای حالا بزنی طرف که بلاکت نمیتونه بکنید. میبینین همدیگه رو هرس میخورید. حالا یه نفر هرس میخوره، یه نفر لذت میبره، من کار ندارم. و حالا یه سری اخبار دیگه هم هست. با این حساب بریم وارد اخبار داخلی این هفته بشیم. اخبار داخلی این هفته رو با واردات مسافری تلفن همراه از عراق به طور موقت ممنوع شد شروع میکنم. یعنی اصلا چیزی تو این یعنی هفته ای نیست یه چیزی ممنوع نشه، محدود نشه، تحریم نشه، نمیدونم فیلد، از همه چی ممنوع. حالا البته این یه مقدار اوکیه ها، یعنی وقتی به نیت قضیه نگاه میکنی میبینی خب بد نیست. پارسال اربعین که شد یه سری حالا آدم ها رفتن زیارت و برگشتن، یهو دیدن یه سری گوشی ها مسافری اومد و بعد داستان در اومد، و بعد این لالو هم یه سری آدم هایی که تو مرز مثلا میرفتن اونور دیدن به اسمشون گوشی وارد شده، کارت ملی و پاسپورتشون، این داستان ها. به همین دلیل گمرک یه بخشنامه صادر کرده که به صورت موقت واردات موبایل رو ممنوع میکنه. البته در جهت معمولا نتیجه خوبی نمیده، یعنی درست نیت خوبه، گفتم در بطن وقتی وارد قضیه میشیم میبینید در راستای جلوگیری از سوء استفاده سودجویانه، ولی در عمل یه تکونی به همین. الان شما الان برو تو بازار میگن واردات موبایل از عراق ممنوع شده، 20 میلیون میکشن رو آیفون. حالا اصلا از عراق آیفون ممکنه نیادا، ولی خب مثلا آیفون دیدی مثلا یارو تو فردوسی مثلا یه دست دلار هست یه دست ریال، مثلا یه 10 دلاری این دستش کمتر داره نسبت به دیروز، آیفون یه 10 میلیون گرون میشه، بعد میمونه همون قیمتا. یعنی یارو مثلا 10000 دلار هم دیگه تو این دستش بگیره، آیفون 10 میلیون گرون میمونه. تا الان که اینجوری بوده، حالا همچین چیزی هست. حالا اگه همچین چیزی تو فکرتون بود که برید از اونجا بیارید و با سودی کردن اونجا بفروشید، شما نمیتونید، اون آدمایی که میتونن خودشون میدونن چیکار باید بکنن. اسپی تست اصلا فکر کنم خودش دیگه روش نمیشه آمار اینترنت ایران منتشر بکنه، میگه هستین شما هم. از اون طرف وزیر ارتباطات هم خیلی چیز جالبی گفته، گفته که حالا یه جوری میگید انگار مثلا رتبه آخریم، نه 65 ما. حالا امسال خیلی جالبه اینترنت، یعنی این ماه اینترنت ثابت یه ذره اضافه شده، یعنی عجیبه، 11.8 مگابیت بود که شده 12.11 مگابیت، تقریبا یه
31 صدم اضافه شده که خیلی چیز خوبیه به نظرم. بعد رتبه‌مون هم 3 پله کاهش پیدا کرده، شدیم 148 دنیا، یعنی از 190 کشور ما تو یه سوم انتهایی هستیم. به نظرم دستاورد خیلی خوبیه. اینترنت موبایلم از 34.65 شده 33.44، که خب کاهش پیدا کرده و همچنان رتبه 67. حالا وزیر ارتباطات میگه ما 67، حالا این خیلی بزرگش میکنه، اینترنت ضعیفه فلان، 67 خیلی بهتر از 148. 80 تا فرقشه، 80 تا کشور اینجا هستن که از ما سرعتشون کمتره و خب 67 تا کشور هم هستن که سرعتشون اما خیلی بیشتره. مثلا سریع ترین اینترنت همراه موبایل در دنیا برای همین امارات این پایین 205 مگابیت بر ثانیه، سریع ترین اینترنت ثابت در دنیا هم برای سنگاپور، اون گوشه کلا قد رشت شاید کوچیک‌تر، 247 مگابیت بر ثانیه است و لذتش دارن میبرن. کویت هم بغل مثلا میگن کویت، اینا همه اصلا هر چی این حاشیه خلیج فارس من واقعا نمیدونم، حالا به استثنای اوروگوئه 4 پله صعود کرده باری کلا. برنئی کشوری خیلی کوچیک در یک جایی از دنیا وسط اقیانوس، واقعا اصلا من نمیدونم چجوری اونجا اینترنت میبرن، ولی اونجا 120 مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت موبایلشون، حقیقتا دمشون گرم واقعا. اگر چند وقت اخیر در تهران خصوصا حالا یا در کلان شهرها به پمپ بنزین مراجعه کرده باشین، صف میبینی مثلا از پمپ بنزین شروع میشه تو ورودی شهر تموم میشه، 4 کیلومتر صف، بعد کم کم 4-5 مثلا یه 20 لیتری تو همون صف میسوزن، یعنی شما باید یه جوری برنامه ریزی کنی که خب یه 4 باک هم تو صف میسوزه، یعنی قشنگ تدبیر و مدیریت سوخت اینجوریه. حالا چرا؟ چون میگفتن هر کارتی که تو جایگاه اگر پیدا کنی 40 لیتر بنزین میزنه، اگرم پیدا نکنی که حالا با کارت خودت باید بزنی، یا یه سری جایگاه ها هستن که من دیدم یارو میگه که فعلا یه پول به کارت من بزن تا ببینم میتونم بهت کارت بدم یا نه، یه سری جایگاه هم هستن که اصلا کلن کارت خونشون کار نمیکنه، یه شماره کارت بزرگ چاپ کرده گذاشته اونجا، میگه یا نقد بدین یا به این بریزید تازه من بذارم شما بنزین بزنید، یعنی از این داستانا. ولی از اونجایی که خب مسئولین اول یه کاری رو انجام میدن بعد به تبعاتش فکر میکنن، الانم به تبعاتش فکر کردن، بعضی که یه 2 هفته است ملت الافن تو صف، گفتن که خب ما محدودیت سوختگیری با کارت جایگاه رو برمی‌داریم، احتمالاً هم اگر خدا بخواد این کارت‌های جایگاه‌ها رو برگردونن بهشون، هر نازلی یه کارتی داشته باشه، اینقدر تو دنبال اینه اون نگیرید بیافتی تو پمپ بنزین. من خودم دیروز برای 20 لیتر بنزین یه پمپ بنزین رو داشتم آتیش می‌زدم، نمی‌زد بنزین، ولی خب بالاخره گرفتم. یه یارو واقعا رفت گفتش که نازل میارم اینجا یه بلایی سرت میارم، حالا نمیدونم نازل رو چیکار می‌خواد بکنه، ولی در صورت عاقبت خوشی نداشت واسش، ولی در صورت محدودیت سوخت داره برداشته میشه اگر برداشته بشه. چون واسهتون بگم که وزیر ارتباطات فرمودن که در مواقعی علت قطعی یا کندی اینترنت موبایل ها تخریب دکلای بی تی اس. حالا شما با خودتون میگین خب دکل بی تی اس مثلا چرا باید تخریب شه؟ به این دلیل ساکنین محله های تهران 100 تا درخواست اومد یا این دکل بی تی اس رو بردار، چیه این پنجره رو میخوام وا کنم ویو دکل، یعنی بازم تقصیر ساکنینه، یعنی خب اصلا با خودشون فکر نمیکنن که این دکله رو من یه جایی بزنم که نه مثلا ساکنین مشکل واسه شون پیش بیاد، یا مثلا بهشون توضیح بدم آقا این امواج این مثلا تأثیری تو خواب شما نمیذاره، اصلا هست این امواج، این نزدیک و دور بودنش هیچ فرقی به حال شما نداره، یا مثلا یه سری اصلا وای فای شب خاموش میکنن چون کابوس میبینن، اصلا اینا هیچ تأثیری واقعا نداره، این همه مقاله راجبش منتشر شده، ولی خب تقصیر همون همیناست، یعنی مثلا همسایه شما باعث اینترنت کندی شما میشه مثلا چون دکلا رو ترش دادن جمع کنن، مثلا ما دوست نداریم اینا. نوشته که یه سری از این موارد پیگیری خود افراده، گفتن آقا ما راضی نیستیم که مثلا، بعد مثلا میگه که اهالی محل به اپراتورها اجازه نصب بی تی اس و تجهیزات رو نمیدهن، واسه همین بعد مثلا تو بری دست مثلا کت خدای محل رو بگیری ببری یه چایی بهش بدی یه چیزی هم تو بندازی که راضی بشه، یه چیزی مثلا یه با نبات حل کنی بخوری یه ذره شنگول شه، بعد بهش بگی که خب آقای مثلا محمدی
سن و سالی ازت گذشته، بیا این مثلا دو ماه آخر زندگی تو بذار ما بچه ما یه اینترنتی مثلا مدرسه ای میخواد بره یه کاری انجام بده، حالا مثلا کوتاه بیا اینقدر به ریسمان زندگی چنگ نزن، هیچ چیز نمیشه تو. بعد مثلا آقا مثلا میبینی راضی نمیشه، دوباره یه چیز دیگه تو چایش میندازی، مثلا اینقدر میندازی که راضی شه، بعد که دیگه قشنگ شنگول منگول شد اصلا می 10 تا دکل بذاری و مثلا اون منطقه اینترنتش خوب میشه، یعنی یه همچین چیزی تصوره آقایونه. وزیر ارتباطات تو هفته‌ای که گذشت تو دور کلن نقص و نقض و نمیدونم زد و نقیز اینا بود، مثلا یه خبری چند وقت پیش منتشر شد تو همین هفته قبل که مالکیت این پلتفرما رو از صاحباش بگیریم بدیم به آدمای دیگه که این مشکلات فرهنگی و نمیدونم مشکلات حجاب و اینجور چیزها رو ندارن، مثلا بدیم به آدمای دولتی، اصلا دولتی کنیم، یا چی خصوصی معنی نداره. بعد وزیر ارتباطات گفتن جدی نگیرید، در خیلی پیام کوتاه و سریع نوشته که هر چیزی که هر جا منتشر شد شما نباید جدی بگیرید، اگر قرار باشه چیزی بشه ما خودمون جدی میگیریم، مصوباتش رو تو مجلس بیان میکنیم. مثلا اینجا نوشتن که آنها ما را از حضور سکوهای خارجی در کشورهای دیگر فعالیت میکنن بی نیاز کردن همین سکوهای داخلی، اگر سکوهای جا به جای مسافر که توسط جوانان خودمان توسعه پیدا نکرد الان مجبور بود اوبر مثلا تو این کشور فعالیت بکنه، یا اگر پلتفرم خرید و فروش کالا نباشد آمازون و ایبی جاشو میگیره. حالا آقا اصلا جاشو نمیخوایم بگیره، ولی خب مشکلش چیه ما از اونها هم استفاده بکنیم؟ به نظرم ورش کنن، مثال میزنم میگه این چه مثالیه تو زدی. جونم واسه تو میگه که اخبار داخلیمون تموم شد، پس دو تا کار انجام بدید، یک اگر اینترنت بده تقصیر خودتونه، اگر واردات یعنی گوشی گرون میشه باز تقصیر خودتونه، چون میرید مثلا زیارت مخ گوشی میارید و دولت نمیدونه باید چی کار کنه، در چه ممنوع میشه. بعد اگرم خبری جایی دیدید شما اصلا جدی نگیرید تا ما خودمون بهتون بگیم، حداقل میگن اگر شما اصلا فکر نکنی راحتی، درسته های بهاری مثلا شما فکر نمیکنی دغدغه هم نداری دیگه، راحت منطقی. این آموزه های هفته گذشته بود با اخبار داخلی. اخبار خارجی رو با قابلیت استوری تلگرام باهاتون شروع می‌کنم، براتون شروع می‌کنم. قابلیت استوری تلگرام معرفی شد تقریباً یه دو سه هفته پیش، ولی خب محدود به کاربرای پریمیوم بود. الان هم اگر برید رو اون مربع اون چیه مثبت بزنید که استوری بذارید، میگه این ماه فعلا محدود به کاربرای پریمیومه، ولی خب یواش یواش داریم به همه میدیمش. و جالب اینجاست که اصلا این تلگرام داره ماهیت خودشو عوض میکنه، یعنی هر صفحه یعنی هر کاربری یه پستی هم یه صفحه هم داره، یه چیزی شبیه شبکه اجتماعی داره میشه، یعنی پیام رسان داره تبدیل میشه به شبکه اجتماعی و شما میتونی پست بذاری استوری بذاری، یه چیز عجیب غریبی داره میشه و هر روز به نون خریدن نزدیکتر میشه. حالا میگن تلگرام میره نون میخره، ولی من فکر کنم هنوز الان واقعا میره، در نتیجه اگر واسهتون فعال نشده به زودی فعال میشه، شما تنها نیستید. ژاپنیا علاوه بر اینکه محتوای عجیب غریب زیاد میسازن، حالا انیمه هاشو شما میبینید، یه چیزهایی دیگه تو همون دستبندی انیمه گفتن نداره، میبینید کلن چشارو خیلی بزرگ میکشن، کلن با اعضای بدن خیلی رابطه خوبی دارن، خیلی هم به خواب اهمیت میدن، اصلا میگن که چرت زدن سر خواب اوکیه، این شما میتونید در روز 20 دقیقه نیم ساعت بری بخوابی که پرفورمنس تو بهره‌وریت بره بالا و حال کنی. در همین راستا یه سری کپسول‌هایی رو توسعه دادن یه سری مهندسای شرکت ژاپنی به اسم کویوجو پلایوود کورپوریشن، یه محفظه ای هست به اسم جراف نپ یا چرت زرافه. زرافه معروفن به چست چرت زدن، در حتی 20 دقیقه نیم ساعت چشو میذاره رو هم، مثلا والا بدن یه گردن دراز کرده دیگه، مغزش اینقده بیچاره همینجوری ایستاده هم میخوابه، اصلا همینجوری نشسته، آخه نشسته و ایستادهش خیلی فرق میکنه، ولی خب به هر صورت یه چرتکی میزنه و بالا همیشه میره دنبال علف ملف های درخت های بلندتر. این کپسول هم یه همچین حالتیه، ببین شما اینجوری تو این حالتی که این خانم اینجا دراز کشیده میری، بعد یه حالت میزمانند هم داره که قابل تنظیم، اینجوری سر رو میذاری و در رو میبندی و قفل میشه و یهو آتیش میگیری، نه این مال چیزه فاینال دستینیشن، میگیری میخوابی یه 20 دقیقه بعد مثلا تا میری نفر بعدی. فقط حواستون باید باشه اون تو که خیلی یهو مثلا
کارهای عجیب غریب نکنید که بعدی بره بیهوش شه دیگه. ولی خب در اتفاق خوبه، میره اونجا زودتر خوابش میبره. ویدیوش هم هست، حالا من خیلی چون قابل پخش نیست پخش نمی کنم. دو تا گزینه داره، یه حالت اسپیشیا داره که یه حالت کپسول فضاییه، یه دونه هم حالت فارس داره که چوب داره بیرونش و یعنی در درونش یکیه. همون خانومم هم همونجوری تو جفتشون میره میخوابه، خیلی چیز عجیب غریبی نیست ولی خیلی چیز جالبیه. خودشون میگن که فاز دوم خواب که قبل از REM یا رپید آی موومنت اتفاق میفته که شما شروع می‌کنی خوابای عجیب غریب دیدن و معمولا خیلی خوشایند نیست، میبره تو اون فاز یه چرتکی میزنی و میای بیرون. لاینس تک تیپس با 15 میلیون دنبال کننده از معرف حضورتون هست دیگه، یکی از معروف‌ترین یوتیوبرهای حوزه تکنولوژی در دنیاست که اصلا یه مدیا گروپی شده و خیلی چیز عجیب غریبیه. این چند وقت دوچار یه سری درد سرها شد، از سرقت، از جمله سرقت، نقض اصول اخلاقی و حتی آزار جنسی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اینا میگن که یه شرکتی، یه کانالی به اسم گیمرز نکسوس اومده اینو برده زیر ذره‌بین. این کاراگاه موزی هستی و مثلا این پوتک متکا میبره کپی میکنه از اینجا کپی کرد، اینم همچین حالتیه. گفته که یه بلوک خنک کننده جی پی یو که توسط کمپانی بیل لبز ساخته شده رو اینا اشتباهاً بررسی کردن، بعد توی مزایده اصلا فروختنش بدون اجازه همون کمپانیه، بعد اصلا برن عذرخواهی بکنن، یا مثلا توی یه سری از ویدیوهاش مثلا سوتی دادن و حتی یه دونه کارمندش هم به اسم ریو اومده افشاگری کرده که مثلا مشکل جنسی داشتم اینجا، اینا که مشکل جنسی داشت، یعنی آزار جنسی میدادنش. که بعد یه دونه هم ویدیو درست کردن که گفتن که آقا ما از این بعد دیگه اصلا فعلا موقتا ویدیو درست نمی کنیم، یه دونه بازپرس خارجی هم از جای دیگه استخدام می کنیم، بیان اینجا ببینن چه خبره. این داستان ها اصلا چیز عجیب غریبی شده. در صورت فعلا خبری از این LTT نیست. ببینید دنیا چه جای عجیب غریبیه. واتساپ در جدیدترین حرکت انقلابی خودش دیگه از این بعد میتونه عکس ها رو با قابلیت HD بفرسته واسه کاربرا و اون بالا مینویسه که این HDه، یعنی 720x1280. تا قبل از این با چه کثافتی میفرستاد که الان HD داره میفرسته، ذوق هم داره میکنه بابا. خب سند از فایل بذار، هر انی هست همونو منتشر کنیم دیگه آخه. ولی بازم من ترجیح میدم از این استفاده کنم تا از اون مکعب رنگی. جک دورسی مؤسس توییتر که الان شاهد نابود شدن کمپانی توییتره که الان تبدیل به ایکس کورپوریشن شده، گفته که من کلا اکانت اینستاگرامم رو بستم، اکانتم جزو 10 تا حساب اول این پلتفرم بوده و این هندل ادساین جک هم الان معلوم نیست دیگه به کی دارن میدن دیگه، یعنی فکر کنم کلی هم پول میدن الان بهش. ولی خب در هر صورت دیگه اینم گفت من میبندم و کلا حال نمیکنه. کسی با زاکربرگ حال نمیکنه. در همین راستا فکر کنم ایلان ماسک گفت همین روزاست که پاشم برم در خونه چیز اینها، برم در خونه زاکربرگ یهو بخوابونم زیر گوشش بگم هرون زاده بیا بیرون بزنیم همدیگه رو. مثلا خیلی جدی گرفتن اینو. بعد این میگه اون نمیاد، اون میگه این نمیاد، بعد میگه که حالا من میرم اگه خوش شانس باشه همونجا یهو میزنم تو صورتش. یعنی شما فکر کن که پولدارترین آدم دنیا با مثلا 12امین 13امین آدم پولدار دنیا و آدم خیلی درستی هم نیست، قیافش هم مثلا مشخصه، دیگه اینقدر دغدغه ندارن دوست دارن همدیگه رو کتک بزنن. میبینی آقای بهاری؟ میبینی آقای رنگو؟ فکر کن یارو با این همه پول، با این همه ثروت، یه مأموریت غیر ممکن هم گرفته که برینه تو توییتر داره انجام میده با قدرت قهوه‌ای کرد در و دیوار توییتر. اینقدر یعنی اصلا هر کی اونجا مثلا بلبلی بزنه با تیر میزننش اینجوری سری. حالا من نمیدونم چه خصومتی داره این مرد آخه با لا اله الا الله. گوشی های اندروید یک قدم به ارتباط ماهواره‌ای دو سویه نزدیکتر شدن. اپلیکیشن گوگل مسیجز که رو همه گوشی های اندرویدی هست از ارتباطات ماهواره‌ای پشتیبانی خواهد کرد و شما میتونید از این بعد
دیگه با همون اپلیکیشنه اگه گوشیت ساپورت میکنه بگی من اینجا دارم مثلا میمیرم و این روزهای آخرم و دیگه بیان یه حالی به حالم، یعنی حالی به حالم بده، یعنی بیان جمع جورم بکنه، نمیرم دیگه. البته گوشیه باید مودم اختصاصی داشته باشه، اندروید 14 هم باید داشته باشه و حالا باید این فعال باشه تو گوشی ها دیگه که اسنپدراگون 8 نسل 2 معمولا دارن، حالا باید فعال بشن. پلی‌استیشن پرو مشخصاتش فاش شد آقای بهاری، درست سوال میگن مربوط به گیم نیست، خب من به عنوان یه پلی‌استیشن فنی که ایکس باکس سری اس داره این بعد واقعا اون تایمی که من اینو رفتم بخرم با خودم گفتم که بذار یه پی اس 5 بخرم، بعد گفتم بازی 2 میلیون باید پول بدم، بعد گفتم ولش کن من که فقط میخوام بازی کنم، حالا 4K 120 هرتز بازی نکنم. یه سری اس خریدم با یه دونه گیم پاس به قرآن میصرفه، درسته 90 درصد بازیاش آشغاله، قبول داری؟ آره شما پلیستشن کنم. نه حالا من مثلا هیلو رو بازی کردم اولین برای اولین بار هیلو اینفینیت بود، بعد کل کمپین من داشتم لاک پشت میکشت بابا، یعنی چی آخه؟ بعد بازی مثلا فلگشیپ انحصاری فلان، ولی استارفیلد داره میاد از این جهت خوشحالم. حالا من کار ندارم ولی که گفتم از نظر چیز حداقل میارزید، چون هم واسط بگه که یه پرزنده 8 هسته زن 4 داره، اینه همین چیزی که هست منتها 30 هسته ورک گروپ داره، خیلی چیز جدیدتریه به نسبت. لیتوگرافیش هم 4 نانومتری و 5 نانومتری، قبلی 7 نانومتری بود. چون هم واسطون بگه که فرکانس سی پی اوش هم از 2.7 میشه 3.6، بوستش هم به 3.5 میرسه، گرافیکش هم میشه 2.23، کاش رمش هم 16 گیگابایت حافظه GDDR6 باریکلا. واقعا به نظرم که این چیز جذابیه، پرو دیگه. حالا شاید اینو خریدم اگه مثلا نظر 700 800 دلار که اینجا 5 میلیون بفروشن، شاید مثلا اسپایدرمن خیلی دلم میخواد بازی کنم. سامسونگ هم تا دید که آیفون اپل رفت یه دونه اپل ویژن پرو معرفی کرد، بود اومد یه دونه هدست ایکس آل خودش رو معرفی کرده، دقیقا 4 تا دوربین به سمت بیرون داره، یه حسگر عمق داره، دست رو تشخیص میده، قیافش هم میگن این شکلیه، این هم دوربیناشه. چون واسط بگه که اکسینوس 2200 داره که خب خیلی خوب نیست، داغ میکنه، یعنی قشنگ توستره، ولی خب قیمتش 1500 تا 2000 دلاره که باز یه 1500 دلاری در بیشترین حالت از ویژن پرو یه مقدار ارزونتره. حالا قیمتش و اسمش و قیمتش و اینا چه جوری میشه و مشخصاتش و چه ویژگی‌هایی داره و سیستمش چه جوریه، اینا رو همه رو انشالله هر وقت معرفی کرد میفهمیم با هم. منطقه خلیج فارس از نظر واشنگتن پست به دلیل خطر گرما غیر قابل سکونت میشه، که روز سه‌شنبه هفته گذشته تو سواحل این منطقه چند درجه شده بود؟ حدس بزن. 35 درجه. 40 درجه. نرفتی جنوب تا حالا؟ نه عادیش 50 است، تو میرن بیرون احفاظی ها میگن ای ولی امروز خونه که 50 درجه 70 درجه، یعنی شما واسی اونجا با رطوبت مثلا 100 درصد، خب عرق از رو بدن تبخیر نمیشه، بعد میمیری مثلا نهایتا نیم ساعت بعد. چون هم واسه بگه که به دفعات که از 60 درجه گذر کرده تو جزیره قشم 70 درجه شده و تو ماه جوان جوه پای ماه میلادی پارسال 73.9 درجه شده بوده، اصلوی هم 64 درجه بوده، اصلا واقعا نمیشه اینجا زندگی کرد. یه دونه ویدیو من دیدم از این دمپایی پلاستیکی ها میذارن بعد این آب شد، بزرشون تو آفتاب آب شد دمپاییه، یعنی از جغرافیا هم شانس نیوردیم، مثلا اونور طرف تو بالی خوش آب و هوا، مثلا سریلانکا خوش آب و هوا، کولر هم جوا، اصلا چی کار میکنن این اهوازی؟ اگه اهوازی هستید بنویسید این زیر چی کار میکنید، یا مثلا بندر عباس اینجا رطوبت هم بالایی، اصلا لباس میچسته به تنت، واقع خیلی بد، اصلا حالم بد شد. اگر از توییت دک استفاده میکردی تا الان خب نوش جونتون، از الان به بعد جزو سریه یعنی ایکس پرو یا پریمیومه پلن ایکس میشه و بعد ما 11-12 دلار پول بدید تا بتونید از اون برید استفاده بکنید، تا من
این اتفاق افتاد سریع توییت زدم حمیدو منشن کردم، گفتم حمید تو چی کار میکنی؟ گفت فعلا منو یادشون رفته، یه ساعت بعد اکانتش بدبخت ساسپند شد. نمیدونم، فکر کنم از دستشون در رفته و دیدن داره همچنان استفاده میکنه، گفتن ای پس ساسپندش میکنیم. حالا شالا که اکانت حمید هم برگرده، خیلی قدیمی بود اکانتش. اگر از پلتفرم ایکس یا توییتر سابق برای کارهای اداری تو دوستیابی استفاده میکنید، مثلا حالا میرید یه حرکت هایی میزنید و هستن بچه ها، مثلا یه یارو هست یه متنی رو فکر کنم تو کلیپ بوردش داره، اینو زیر همه پیجایی که مثلا پروفایلش خوبه میذاره، اصلا کار نداره، مرده، زنه، یارو، سگه مثلا، ولی در صورت همچین آدمی رو از نیمه دیگه نمیتونید بلاک بکنید، چون ایلان ماسک یه توییتی زده بود در، یعنی در پاسخ به یه بدبختی به اسم تسلا اونر اسوی گفته بود که بلاک به عنوان یه فیچر یا یه ویژگی قرار از ایکس حذف بشه، فقط تو پیام‌های خصوصی دیگه نمیتونید به یارو برید مثلا پیام بدید اگر بلاک باشید، چون معنی نمیده اصلا بلاک یعنی چی، مثلا یکی اذیتت میکنه به جای اینکه طرفو از زندگی تاس کنی نگاش میکنی هرس میخوری. خیلی خوبه به نظرم روانشناس به این معرفی بکنه. از طرفی هم توی دستور عمل های اپل و گوگل برای منتشر کردن اپلیکیشن ها توی پلتفرماشون، این اپ استور و گوگل پلی، قابلیت بلاک باید وجود باشه، وجود داشته باشه تو شبکه های اجتماعی. حالا خب البته کاربران خیلی استقبال نکردن از این قضیه، من نمیدونم، گفتم ایلان ماسک و زاکربرگ هم که میخوام با هم کتککاری بکنم پدرم رو درآوردن. وان پلاس تو هفته گذشته از یک گوشی رونمایی کرد به اسم ایس 2 پرو که قوی ترین گوشیه که تا الان معرفی کرده، ولی اون پرچمداری که هر سال معرفی میکرد نیست. من خودم نمیدونم چه جایگاهی داره مثلا این وسط. اسنپدراگون 8 نسل 2 داره و 24 گیگابایت رم. چون واسه تو بگه که نمایشگر 674 اینچی اولد 120 هرتزی و زیر بارون هم کار میکنه، یعنی یه تکنولوژی به کار برن توش که شما اگه بارون آب هم اینجوری بریزه روش دیگه قاطی نمیکنه. 1 ترابایت هم حافظه داخلی داره، یه دوربین 5 مگاپیکسلی اصلی IMX 890 سونی، یه دونه سنسور ماکرو که اصلا نمیدونم چرا گذاشته، یه دونه سنسور 8 مگاپیکسلی فوقاری است که اونم حقیقتا خیلی عجیب غریبه، یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی و شارژر سیمی 150 واتی واقعا عجیبه. این قیمتش هم 550 دلار تو گرونترین نسخهش، که خب البته این قیمت چینه دیگه، میدونید که اینجا گرونتره. کدوم دستگاه وان یو آی 6 میگیرن؟ گالکسی S23 اولترا، S23 پلاس، S23، S22 اولترا، کل S22، S21 FE، کل S21. زد هم از زد فولد 5 تا زد فلیپ 3 همه این نسلاش میگیرن. تو ای هم از A73 تا A04S، A72، A54، کلا اینا که 4 و 3 اند دیگه دعاشون نمیگیرم. به استثنای A72 که آخرین گوشی از نسل سری A7 بود، اون A7 اما M54 53 M33 M23 FA54 23 14 X-Cover 6 پرو تبا هم که فقط S8 استرالیایی گفتم S8 و S9 تقریبا اکثر گوشی‌های اخیر سامسونگ میگیرن. اگر آیفون 14 و 14 پرو هم دارید احتمالاً ظرفیت این سلامت باتریتون یه جوری عجیب کم شده و اگر دارید سکته میکنید و میگید با خاک به سرم چی کار کنم، تنها نیستید. تمام افرادی که توی دنیا آیفون 14 و 14 پرو دارن همچین مشکلی رو دارن. حتی خبرنگار ارشد وال استریت جورنال که شده 88%، دو تا از خبرنگارهای ورج هم که خیلی ما رو دوست داره و کلا آی پی ایرانو بسته از 91 تا 97% دارن. یه سری هم گفتن گوشی هاشون که مال 2 سال بوده به این سادگی ها اصلا کم نشده و خب 100 دلار هم هزینه تعویض آیفونه تو خارج از کشور که خب متاسفانه ما هم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی خب جالبیه دیگه. آیفون SE 4 با طراحی مشابه آیفون 14 پورت USB تایپ C که دیگه الزامیه دیگه و داره و دکمه اکشن که به جای این دکمه میوت داره میاد، احتمالاً یه چند سال دیگه معرفی بشه. چند سال دیگه مثلا 2024-25 میگن خودشون 2025 و خب خدا رو شکر دیگه از این قیافه مزخرف آیفون 6 کشید بیرون اپل و امیدوارم دیگه این 120 هرتزی باشه دیگه. تو بکن 2025 گوشی 60 هرتزی بدی. البته این خطی نشون اگر آیفون های 15 امسال 60 هرتز نداشتن معمولیاش، بیا خیر منو بگیر والا. اخبار خارجی اونم تموم شد، بریم معرفی اپلیکیشن و خداحافظی و جمعش کنیم بره دیگه.
اپلیکیشنی که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم بازم نسخه مکه، یعنی فقط برای مکه، اسمش فولدر تایدیه. خوراک آدمای شلخته. یعنی اصلا این اپلیکیشن رو نصب می‌کنی، خب میگی آقا برو توی این فولدر تمام عکس‌ها رو بریز توی یه فولدر، تمام پی دی اف ها رو بریز یه جا، فیلم ها رو بریز یه جا، نمیدونم بر اساس پسوندشون و مدل فایلشون دسته‌بندی کن. این کارو نکن، بر اساس اسمی که من میگم دسته‌بندی کن همه رو فولدر فولدر، مثلا سیزن یک اپیزود یک فلان، بر اساس فلان میدی دسته‌بندی شده تحویل میگیری. مثلا از این زیباتر من ویژگی حقیقتا ندیدم. نسخه رایگان هم داره، قشنگ استفاده میکنی، جمع جور میکنی، تموم میشه میره. با این اصاف بریم خداحافظی بکنم و دیگه بریم ایشالله تا هفته بعد. قسمت 53 تک تاک هم به هر حال خدا رو شکر تموم شد. صحبت هایی از وزیر ارتباطات هم بود ما انجام دادیم، بحث بنزین رو مطرح کردیم، ممنوعیت واردات رو گفتیم، مسخره بازی های ایلان ماسک و زاکربرگ و کثافتکاری هایی که تو پلتفرم توییتر مرحوم داره انجام میدن هم برای شما بازگو کردیم. چون هم واسه تون بگه که یه اپلیکیشن خوب هم دیدی برنامه ها رو جمع‌بندی ورکشاپ میذارن. دست شما درنه، قربونتون برم. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و شیر و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دارید حمایت میکنید، دمتون گرم. ادامه بدین حمایت رو، ما جون بگیریم، هی ویدیوهای جذابتر، هرس های بیشتر و حالا از اینجور داستان ها دیگه. تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و یاورتان و یه چیزایی از این چیزها تا این ویدیوهای صدا و سیما میگن از اونا. خدا حافظ، هفته بعد.